بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین. خوش آمد عرض میکنم به حکایی که شما برادران عزیز و سلام و درود از صمیم قلب میفرستم به همه عناصر زحمتکش و فعال نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در هر نقطه ای از کشور که حضور دارند. عید سعید مبعث رو پیشا پیش تبریک عرض میکنم، دهه فجر رو تبریک عرض میکنم، 20 بهمن رو تبریک عرض میکنم و امیدواریم که انشاءالله آینده حرکت موفق نیروی هوایی به قیاس گذشته این چند ده سال آینده روشن و پیشرونده‌ای باشد. دیدار امروز ما طبق معمول همه سال به مناسبت یادبود حادثه شگفت انگیز 19 بهمن سال 1357. حقا حادثه شگفت انگیزی بود. درباره اون جریان بنده خودم با شما عزیزان در دیدارهای مختلف مفصل بارها صحبت کردم، گوشه‌هایی از مسائل مربوط به اون حادثه رو به شما عرض کردم. لکن به نظر من حکمت‌ها و عبرت‌ها و درس‌های اون حادثه تمام شدنی نیست. کار برای خدا و شجاعانه و با از خودگذشتگی همینجوره، با برکت میشه. همه کارهایی که برای خدا انجام می‌گیرد، خدای متعال به اون کار برکت میده. برکت میدهد یعنی تأثیراتش، منافع و فوایدش تمام نمیشه، ادامه داره. این برکت معنیش اینه. اون حادثه هم همینجوره. ما مکرر درس‌هایی از اون حادثه رو تکرار کردیم، مطرح کردیم، بحث کردیم. دیگران غیر از بنده هم، خود شما ها، دوستان، مسئولین ارتش جمهوری اسلامی ایران، دیگران در این باره صحبت کردن. اما باز انسان نگاه میکنه ببینه این حادثه ظرفیت دارد برای یادگیری، برای اینکه انسان درس بگیره از این حادثه. من امروز حالا به یکی از این مواردی که به نظرم میرسه میپردازم و درباره صحبت میکنم. نیروی هوایی در پیوستن به انقلاب سبقت گرفت. البته ارتش، بدنه ارتش که بدنه سالم و مردمی و مسلمان و مؤمنی بود، به انقلاب پیوست به راحتی، اما از همه جلوتر نیروی هوایی بود. اولا با بیعت روز 19 بهمن که آمدن اون حادثه عجیب رو به وجود آوردن، بعد با مقاومتشون در مقابل نیروی گارد شاه که به محل آموزش نیروی هوایی حمله کردن، در همون روز
19 و 20 و شب 21 و اینها حمله کردند و نیروی هوایی، اون عناصر نیروی هوایی که تو محل آموزش بودن، همین محل آموزش شهید خضرایی فعلی، مقاومت کردند، در اسلحه خونه رو باز کردند، به مردم اسلحه دادن، ایستادگی کردن. مردم هم، جوان‌ها و عناصر انقلابی هم به شوق آمدن و وارد میدان شدن، هم در خود اون منطقه به کمک نیروی هوایی رفتن، هم تو شهر تهران راه افتادن. من یادم خودم ساعت شاید 12:01 بعد از شب بود، توی خیابان ایران که ما اونجا یک منزلی بودیم، فریاد می‌زدن جوان‌ها، راه می‌رفتن فریاد می‌زدن که نیروی هوایی رو دارن تارومار می‌کنن، مردم بریزید. مردم هم می‌رفتن از خونه‌ها، می‌اومدن بیرون، می‌رفتن به کمک. این قدم بلند نیروی هوایی در پیوستن به انقلاب بود. حالا اون نکته مورد نظر من اینه، این پیشگامی که انجام گرفت شد شتاب دهنده انقلاب. این نکته امروز اینه، شتاب دهنده. این 19 بهمن بود، حوادث اون محل مرکز آموزش 20 و 21 و اینها بود، 22 بهمن هم پیروزی انقلاب بود، کار تمام شد، ملت پیروز شد. این شتاب دهندگی این حادثه کاملا خودش رو نشان میده. در همه کارها عنصر شتاب دهنده نقش تعیین کننده ای داره. حالا من بعد برمیگردم راجع به شتاب دهنده صحبت خواهم کرد. نیروی هوایی توانست با این کار خودش امید مردم رو مضاعف کنه. انقلابیون تو خیابان خب با نیروهای گارد و اینها مواجه بودن، امید مردم رو، شجاعت مردم رو افزایش داد، روحیه طرف مقابل را، ضد انقلاب را، دربار را و طرفداران اونها رو تضعیف کرد. یعنی این شتاب دهندگی به این صورت اتفاق افتاد. یک مدت کوتاهی گذشت که این هم نکته بسیار مهمی است، بعد از این گام اول، مدت چند ماه، به نظرم شاید 4-5 ماه، 5-6 ماه بیشتر نگذشت که جهاد خودکفایی تشکیل شد. اول جایی در ارتش که سازمان جهاد خودکفایی در او تشکیل شد نیروی هوایی بود. این همون روحیه اقدام ها، یعنی همون روحیه‌ای که موجب میشه عنصر فعال داخل ارتش متعلق به دربار و شاه بتونه خودش رو خلاص کنه و بیاد به انقلابیون بپیونده، این حالت جرأت، این حالت توانایی روحی و قدرت روحی، همین روحیه در یک میدان دیگری که میدان سازندگی است باز هم جلو میفته و جهاد خودکفایی رو تشکیل میده. اولین جایی که جهاد خودکفایی تشکیل شد نیروی هوایی. این هم یه حادثه است، حادثه مهمیه، اینی که در داخل نیروی هوایی به فکر بیفتن که عناصر، تجهیزات و امکانات رو خودشون درست کنن، قطعه بسازن، قطعه‌های خراب شده رو تعمیر کنن، مشغول کار بشن. خلاصه اسرار و رموز در هم پیچیده فناوری آمریکایی رو در اینجا برای خودشون روشن کنن که تا اون روز اجازه این کار رو نداشتن.
این یک گام بزرگ بود. قبل از این گام بزرگ، قبل از این نهضت، در واقع نیروی هوایی یکسره متعلق به آمریکایی ها بود. عناصر مؤمن خب تو نیروی هوایی زیاد بودن، من خودم میشناختم. همون پیش از انقلاب عناصری از نیروی هوایی با بنده مرتبط بودن، دوست بودیم، می آمدن می رفتن. عناصر مؤمن فراوان بودن تو نیرو، اما رؤسای نیرو متعلق به آمریکا بود. ابزار نیرو، جنگنده ها و بقیه ابزاری که در نیرو هست متعلق به آمریکا بودن، متعلق به آمریکا، ملک آمریکا بودن. بله، پولش رو ایران داده بود، خریده بود. هواپیما توی فرض کنید شیلتر فلان پایگاه هوایی بود، اما مال آمریکا، اختیارش دست آمریکا، اختیارش دست آمریکا، اختیار فرماندهانش هم دست آمریکا بود. اینایی که عرض میکنم با سند ها، یعنی شعار و اینها نیست. مادر محمد رضا شاه توی خاطراتش میگه که یک روز محمد رضا آمد پیش من، گفت مردشور این سلطنت رو ببره. گفتم مگر چی شده؟ گفت من یعنی شاه این مملکتم، فرمانده کل قوای این مملکتم، آمریکایی‌ها میان هواپیمای ما رو برمی‌دارن میبرن ویتنام، من خبر ندارم. این دیگه ملکیت یعنی این دیگه. حالا اگر خبرم داشت، جرأت این که اجازه نده که نداشت، اجازه میداد. اما اونا حتی اجازه هم نمیگیرن، با اینکه یقین دارن که رد نخواهد شد خواسته اونا، در این حال اینقدر اعتنا نمیکنن به شاه مملکت که بیان ازش اجازه بگیرن که آقا این جنگنده شما رو میخوایم ببریم در ویتنام علیه مردم ویتنام استفاده. یعنی وضع نیرو هوایی چنین وضعی. خب این نیرو هوایی رو عناصر مؤمن نیروی هوایی از آمریکایی بودن تبدیلش کردن به ایرانی بودن. نیروی هوایی رو کردن ایرانی، ایرانی شد. فرماندهش ایرانی، عناصرش ایرانی، تصمیم گیراش ایرانی، تجهیزاتش ایرانی. بله، ساخت آمریکا بود، اما مال ایران. دیگه جرأت این که دست بزنن نداشت. یه چند سباهی این افچارده های ما رو بعضی ها از رو غفلت، انشاءالله غفلت بود، خیانت نبود، میخواستن پس بدن، گفتن، میگفتن ما لازم نداریم افچارده رو. خب جلوشون گرفته شد، شد نیرو هوایی متعلق به ایران، شد ایرانی. خب بنابراین نیرو هوایی یه چنین سابقه ای داره، یعنی پیشبرندگیش و قدرت تحول آفرینی در درون نیرو و در کارکرد نیرو یه چنین نمونه های روشن و بارزی رو به ما نشان میده. خب ما گفتیم شتاب دهنده لازمه. این شتاب دهنده انقلاب بود. نیرو هوایی در موقعیت خاصی شد شتاب دهنده پیروزی انقلاب، شتاب دهنده قطع وابستگی نیرو و ارتش به دیگران، این شتاب دهنده شد. اما من حالا میخوام قضیه رو تعمیم بدم. در همه زمانها نیاز به شتاب دهنده وجود داره. چرا؟ برای خاطر اینکه حرکت‌های بزرگ و هدفدار در مواقع زیادی مبتلا میشن به رکود. حالا ولو توقفم نه، اما به کندی و سستی. حرکت‌های بزرگ اینجور. خیلی از انقلاب‌های دنیا رو شما نگاه کنید. اول انقلاب شده به قصد تحول عمیق و بنیانی کاری انجام گرفته. با فاصله چند سال همون اوضاع قبلی دوباره تکرار شده. من یک کشوری رفتم
در آفریقا زمان ریاست جمهوری که سابقا پرتغالی ها اونجا حاکم بودن، یه رئیس جمهور محلی انقلابی فلان هم اونجا سر کار آمده بود. تشکیلاتی که ما رفتیم دیدیم، تشکیلاتشون که از ما پذیرایی میکردن و رفت آمد میکردیم فلان، عیناً همون شکل کامل فرمانده پرتغالی که نبو به جای این آقای سیاه‌پوستی که حالا اینجا شده رئیس جمهور، یه فرمانده مثلا پرتغالی نشسته، عیناً بدون هیچ گونه تغییر. اینه دیگه، یعنی حرکت‌های اجتماعی دچار این آفت‌ها میشن، آفت کند شدن، آفت توقف پیدا کردن، آفت به عقب برگشتن. این حرکت اگر بخواد ادامه پیدا کنه شتاب دهنده لازم داره. حال شتاب دهنده کیه؟ عرض خواهم کرد. خب البته در انقلاب اسلامی یه تفاوت جوهری اینجا وجود داره با بقیه جاها. انقلاب اسلامی در درون خودش یک چیزهایی دارد که جاذبه داره. این جاذبه رویش ها رو جذب میکنه، ولو ریزش هم داشته باشیم این رویش ها جای اون ریزش ها رو میگیرن. جاذبه مثل چی؟ مثل این گستره وسیع اهداف و شیوه ها و خواسته های جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی مبارزه با ظلم هست در سختترین میدان ها، مبارزه با ظالم، ایستادگی در مقابل زورگویه های قلدرهای درجه یک جهانی هست، محراب عبادت و مسجد جمکران و شبهای احیا و پیاده روی اربعین و اعتکاف ماه رجب هم هست. یعنی این گستره وسیع کار رو مشاهده کنید، هم مبارزه با ظلم هست، هم مبارزه با نفس هست، هم توجه به دنیای فردای کشور هست، هم توجه به خدا و معنویت و بهشت و اینا ذکر هست. این خودش موجب میشه که رویش ها جای ریزش ها رو بگیرن، کندی به وجود نیاد یا کمتر به وجود بیاد. نمیخوام بگم هیچ به وجود نمیاد، اما خب طبیعت انقلاب اسلامی در ذات خود، در درون خود، در جوهر خود چنین طبیعتی است. خب پس بنابراین شتاب دهنده لازمه. این شتاب دهنده برای چیه؟ برای اینکه حرکت کند نشه، در مقابل کارهای بزرگ احساس رعب و وحشت به وجود نیاد. وقتی یک کار بزرگی میخواد انجام بگیره احساس ناتوانی، احساس حقارت در مجموعه عمل کننده به وجود نیاد. شتاب دهنده اینجاها نقش ایفا میکنه. شتاب دهنده کیه و کارش چیه؟ کار شتاب دهنده اینیست که عرض کردیم. اما شتاب دهنده کیست؟ شتاب دهنده به تعبیر بنده اون چیزیست که ما به اون میگیم خواص. خواص، خواص جامعه. خواص یعنی چه؟ خواص یعنی آدم های نامنشاندار، آدم های مثلا باسواد، دانشمند. نه، خواص به این معنی نیست. خواص یعنی اون مجموعه انسان هایی که در کار خود با فکر و با شناخت و با تشخیص عمل میکنند، تابع جو نیستند. خواص این اینا. این خواص میتوانه توی فعالان گوناگون انقلابی در بین اصناف، کارگران، نظامی ها، روحانیون، گروه های مختلف باشه، میتونه تو فعالان مطبوعاتی باشه، میتوانه تو فعالان دانشجویی باشه، میتوانه تو فعالان سیاسی باشه. بنده یه وقتایی سالها پیش راجع به خواص
یه صحبت مفصلی کردم. خواص یعنی البته خوشبختانه در کشور ما و در ملت ما خواص در اقلیت نیستن. کسانی که از روی نقشه فکر، تشخیص اقدام میکنن، کار میکنن، تصمیم میگیرن در سطح کشور گسترده است. این از برکات انقلابه. در خیلی از کشورهای دنیا اینجوری نیست. اون جایی که ما حالا خود بنده نرفتم اما گزارش هایی از بعضی از کشورهای بزرگ و معروف دنیا میدن، مردم تو کوچه خیابون که راه میرن ملتفت نیستن که حول و حوششون تو دنیا چی داره میگذره. به فکرم برن یه لقمه نون به دست بیارن یا یه مقدار ثروتشون اضافه کنن. در کشور ما اینجور نیست. کشور ما مردمی که با تشخیص عمل میکنن، میفهمن چیکار دارن میکنن، جبهه بندی رو میشناسن، دشمن رو میشناسن، شیوه ها رو میشناسن، دوست رو میشناسن، کم نیستن، زیاده. اینا میتوانن نقش آفرینی کنن. اینا میتوانن در موارد حساس برای کشور کار انجام بده. وظیفه این هاست، وظیفه سنگین. من میخوام این رو به شما و به همه ملت عرض بکنم. این کسانی که اسمشون رو ما خواص میگذاریم، یعنی کسانی که دارای فکرن، نگاهشون نگاه از روی تدبر، از روی تشخیص اوضاع رو میفهمن، میشناسن، میدونن چه کار داره میشه. اینجور نیست که سرشون پایین باشه، هر جا دیگران رفتن اینا هم برن. این افراد وظیفه دارن، وظیفه سنگینی دارن. اینا بایستی جهت عمومی حرکت جامعه رو حفظ کنن و نگذارن این حرکت دچار انحراف بشه. اگر خواص جامعه از این وظیفه غفلت بکنند، حوادثی که پیش خواهد آمد ضربه های تاریخی به ملت ها میزنه. ما در طول اسلام، در تاریخ اسلام از این حوادث زیاد داشتیم. کسانی بودن در زمان امیرالمومنین، در زمان امام حسن، در زمان امام حسین جزو خواص بودن، مطلب رو میفهمیدن، تشخیص میدادند، اما در لحظه لازم به هنگام حضور پیدا نمیکردن. دچار تردید، دچار تأمل، دچار تنبلی و در مواردی دچار خیانت، دچار خیانت می شدن و رو دیگران هم اثر می داشتن، رو اون جمعیتی که تابع جوند و تابع فلان، رو اونا هم اثر منفی می گذاشتن. داشتیم در جنگ صفین کسانی دچار تردید شدن به خاطر رفتن قرآن روی نیزه، دیگران را هم دچار تردید کردند. حالا نقل هایی هست، البته من خیلی به طور قاطع نمیتونم بگم، که بعضی از اینها تعمد داشتند، اشتباه نکرده بودند، برای خاطر تبانی با دشمن این کار را میکردند. گفته میشه اینا ممکنه یه چنین وضعی پیش بیاد. لذاست من به شما عرض بکنم امروز جبهه دشمن برای خواص برنامه خاص داره، برای خواص در کشور خود ما و در غیر از جای دیگه برنامه دارن. اینا رو دچار تردید کنن، دچار تأمل کنن، دچار تعلل کنن، احیانا چرب و شیرین دنیا رو به اینها بچشانن، اینها رو جذب کنن، برای اینکه در بزنگاه ها، در نقاط حساس
در اونجایی که لازمه که یک اقدامی انجام بدن انجام ندن و اون شتاب دهندگی که از خواص متوقع است او صورت نگیره. برنامه دارن برای این کار. وظیفه خواص اینه، باید تردید افکنی و شک آفرینی دشمن رو خونسا کنن در مواقع لازم، تبیین کنن، جهاد تبیین که بنده عرض کردم ناظره به این. و ما دیدیم در خود نیروی هوایی کسانی بودن، عناصری بودن، همین بعضی از این شهدایی که عکساشون اینجاست که از نزدیک ما اینا رو میشناختیم، اهل حرف زدن، اهل منطق، اهل استدلال، اهل اثرگذاری روی دیگران بودند و کار خودشون رو در مواقع لازم انجام داد. اینه. در قرآن یه نمونه ای وجود داره که به نظر بنده خیلی مهمه. اون قضیه رجل مؤمنی است که در سوره یاسین از او نام برده شده. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. وقتی که سه تا پیغمبر از طرف پروردگار تو این قوم مبعوث شدن، مردم ایمان نیاوردن و علیه اینا توطئه کردن و تصمیم گرفتن که اینها رو نابود کنن، یه مرد شجاعی، مؤمنی خودش رو به سرعت رسوند به جمعیت مردم، گفت یا قوم اتبعوا المرسلین، پیروی کنید از اینها، اتبعوا من لا اسألکم اجرا وهم مهتدون. بعد میرسه به اینجا، این نکته مورد توجه من اینجاست، و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون اتخذ من دونه آلهة فلان انی آمنت بربکم فاسمعون. با صدای بلند، با صراحت ایمان خودش رو بیان میکنه. خواص باید صریح باشند، باید با صراحت حرف بزنند، باید شبهه ها رو از ذهن ها زائل کنن، دو پهلو و دو گونه و تردید آمیز حرف نزنن. اینی آمن تو برب بکن پس معون، بشنوید من ایمان آوردم. این نمونه کاریست که خواص میتوانن انجام بدن. خب حالا اگر به عنوان یک مورد خاص بخوایم در زمان خودمونم مطلبی رو عرض بکنیم، به نظر من همین قضیه غزه است. خواص در دنیای اسلام وظیفه دارن. خواص علما هستن، دانشمندان هستن، سیاسیون هستن، مطبوعاتی هستن، میبینن که در غزه چه داره میگذره، میبینن که آمریکا با پشتیبانی از رژیم صهیونیستی چه ضربه‌ای داره به انسانیت، به بشریت میزنه. اینو میبینن. خب بایستی به مردم خودشون بگن، توضیح بدن، مردم رو وادار کنن درخواست عمومی در مردم به وجود بیارن که دولت‌هاشون ناچار بشن ضربه قاطع رو بزنن به رژیم صهیونیستی. ضربه قاطع چیه؟ ما نمیگیم وارد جنگ بشن که نمیشن و نه حالا برای خیلیشون ممکن هم شاید نیست، اما میتونن قطع رابطه اقتصادی بکنن. این ضربه قاطع. مردم، ملت‌ها اگر دولت‌هاشون بخوان فشار بیارن این اتفاق میفته و این اتفاق مؤثره، میتوانه ملت ها می توانند دولت ها رو به خط کنند تو این زمینه.
وادارشون کنن که پشتیبانی نکنن از رژیم ظالم و گرگ صفت که اینجور به جان زن و بچه و مریض و پیرمرد و بیست و چند هزار نفر رو در ظرف چند ماه به قتل برسونه. حمایت نشه از این رژیم. بعضی از کشورهای اسلامی حتی من شنیدم سلاح به رژیم صهیونیستی میدن. بعضی هم کمک‌های گوناگون اقتصادی میکنن. خب این جلوش گرفته بشه، این کار ملت هاست. ملت ها میتوانن فشار بیارن، دولت ها رو وادار کنن. کی میتوانه ملت ها رو بیدار کنه؟ خواص. خواص. نقش خواص ببینید چقدر مهمه. چطور میتوانن یک حادثه به این مهمی رو در دست بگیرن و دنبال کنن. حالا در داخل کشور خودمونم مسئله انتخابات در پیشه. خواص میتونن نقش ایفا کنن. مطمئنن انتخابات در داخل کشور هرچه پرشورتر صورت بگیره قدرت ملی رو بیشتر نشان میده. قدرت ملی امنیت ملی میاره. یعنی وقتی دشمن نگاه میکنه جبهه دشمن، حضور مردم رو میبینه، قدرت نظام رو مشاهده میکنه، میبینه این کشور کشور قدرتمندی است، مردم حاضر و آمادن، تهدید دشمن خونسا میشه. یعنی اقتدار ملی امنیت ملی رو وجود میاره. این خیلی چیز با ارزش و مهمی است. اینو خواص میتونن نقش آفرینی کنن، انتخابات رو پرشور کنن. همه کارهای انقلابی از همین قبیله. ما چند روز دیگه راهپیمایی 22 بهمن داریم. انشالله مردم عزیز ما در این راهپیمایی پرشور شرکت خواهند کرد. این هم نشان دهنده اقتدار. بعد از 45 سال مردم هر سال بدون تعطیل یک نوبت تو این 40 سال روز 22 بهمن آمدن در خیابان‌ها، در سرتاسر کشور، شهرهای بزرگ، کوچک، حتی روستاها، و شعار دادن، از انقلاب خودشون دفاع کردن، نام امام و بزرگوار رو بلند کردن و تبعیت خودشون و بیعت خودشون رو با امام تجدید کردن. امسال هم انشاءالله به فضل الهی همینجور خواهد بود. از خدای متعال درخواست میکنیم ملت ایران رو موفق کنه، سربلند کنه، عزیز کنه و دشمنان ملت رو سرکوب کنه، ملت رو بر دشمنانش فائق کنه. و شما عزیزان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کل ارتش و کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دیگران، بسیج، انشاءالله همه مشمول لطف الهی باشید و هدایت الهی و کمک الهی شامل حال همه شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.